در حالی که هنوز روی نویت اصلاحاتی که باید در کمیسیون مستقل انتخابات قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی وارد آید موافقت صورت نگرفته است کمیسیون مستقل انتخابات از عدم داشتن بودجه برای برگزاری انتخابات پارلمانی خبر می‌دهد شرح بیشتر جزئیات کنفرانس مطبوعاتی امروز کمیسیون مستقل انتخابات را از مهمان این ساعت برنامه شنویم محترم آقای محمد عزیز بختیاری کماشر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ما هستند آقای بختیاری سلام بر شما ممنون از حضورتان در برنامه در حالی که کمیسیون سم شکایات انتخاباتی تثبیت کرد که 20 کارمند در کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دست داشتند و بیش از یک هزار تن دیگه هم در این روند متهم شدند امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آوردن اصلاحات را در این کمیسیون نوع بازی سیاسی خوانده و یک برخی با انجام آن خواهان دستاورد شخصی هستند برداشت شما در قبال موضوع چیست بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و بینندگان محترم کمیسیون مستقل انتخابات همونطور که امروز جناب رئیس به کمیسیون اعلام کردن، همواره از اصلاحات مثبت و قانونی حمایت کرده و استقبال کنم. منتها هر گونه برخورد غیر قانونی و برخورد شخصی با قضایا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و این نه تنها در کمیسیون مستقل انتخابات بلکه در تمام نهادها ما باید به سمت پیش بریم که قانون رو مجرای همه امور قرار بدیم نه اینکه قانون شکنی بکنیم از این جهت است که کمیسیون مستقل انتخابات با برخوردهای غیر قانونی یقینا مقابله خواهد کرد. بله رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای نورستانی باز هم وازن بیان داشت که آوردن اصلاحات به کمیسیون غیر قانونی است آیا با وجود تثبیت تقلب در انتخابات ریاست جمهوری باز هم آوردن اصلاحات گسترده که شامل برکناری افراد میشه مقایر با قانون اساسی تلقی خواهد شد یا خیر؟ جناب آقای نورستانی و همچنین بقیه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مکرر در مصاحبه های خودشون اعلام کردند که با هر گونه اصلاحات قانونی هیچ مشکلی نداره بقیه. و امروز هم البته اگر چیزی جناب آقای نورستانی گفته از این دایره خارج نیست یعنی با اصلاحات قانونی هیچ کسی مخالفت نداره منتها منتها هم تو قسم پیشتر اشاره کردیم برخوردای غیر قانونی قابل قبول نیست مهم. کمیسیون امروز از عدم داشتن بودجه بر برگزاری انتخابات پارلمانی خبر داد. این در حالی است که جامعه تنوین کننده خارجی انتخابات ریاست جمهوری بیان داشته که بعد از این از هیچ گونه انتخابات در افغانستان حمایت مالی نخواهد کرد مگر اینکه اصلاحات در سیستم انتخاباتی وارد بیاید تا از تقلب جلوگیری شود. به نظر شما این تقاضاهای معکوس چگونه برآورده میشه در حالی که انتخابات اصلاحات به کمیسیون وارد انتخابات بعدی هم تمویل نمیشه به فکر نمیکنید که آوردن اصلاحات قدم اول برای دریافت بودجه برای برگزاری انتخابات و پارلمانی باشه ببینید متاسفانه در افغانستان مشکلات عدیده وجود داره برای اینکه تقلبات معمولا در انتخابات ها وجود میاد در یک حجم نسبتا زیادی یعنی تقریبا ما هیچ انتخابات رو پشت سر نگذاشته مگر اینکه با یک مقدار زیادی تقلب همراه بوده و این تقلبات همش به کمیسیون مستقل انتخابات بر نمیگرده ما مشکل امنیت داریم در کشور ما مشکلات بی قانونی داریم در کشور و مشکلات عدیده دیگر که در کشور هست چون که قدرت در واقع سلطه خودش در سراسر سر کشور نداره به این جهت است که زمینه های تقلب وجود داره یعنی تنها با آوردن اصلاحات در کمیسیون من فکر نمی که در واقع این مشکل رفع شود بله خب حالا اینکه خارجی ها به انتخابات افغانستان کمک نمی کنه، این مشکل مشکل کمیسیون مستقل انتخابات نیست وظیفه حکومت افغانستان است که بودجه انتخابات های افغانستان رو تامین بکنه حالا این بودجه از طریق درآمدهای خود داخلی تامین میشه یا اینکه از کمک های خارجی تامین میشه و اینکه انتخابات افغانستان وابسته باشه به خواسته های خارجی ها من فکر می کنم این خودش میتونه برای افغانستان و برای امنیت افغانستان یک فاجعه باشه به خاطر که هر کشور میتونه در واقع در افغانستان منافع خودش رو داشته باشه و برا بله. برای تأمین منافع خودشون بخواد کمک بکنه به انتخابات افغانستان یا نکنه به این خاطر بله ممنون از حضورتان در برنامه تشکر از که تشریح در قبال جزیات کنفرانس امروز کمیسیون مستقل انتخابات برای بیننده ارائه داد تشکر